به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید. گذاشتن هر لایک های شما و جانبداری و ارسال این برنامه سبب آگاهی و بیداری ملت و مردم خواهد گشت. امیدواریم که هر یک و یکی ما و شما به خاطر آزادی و نجات خانواده های خود کار را انجام می دهیم. برنامه نامه ها از ناحیه ها به اصلاح نیت، شماره 156. اگرچه بیننده گرامی، از اولین حادثه کشتار وحشتناک آیله ها در کانی بادام نیم سال می گذرد، ولی تا کنون یکان مورد از آنها کشاده نشده است و عاملان اساسی این قتل و کشتارهای زنجیره‌ای دستگیر کرده نشده است. چند وقت پیش وزارت کارهای داخلی در یک برنامه تلویزیونیش نشان داد که گویا یکی از این کشتارها عملی نفر نزدیک مقتول است و جای دیگر نشان می‌دهد که اینجا دزد آمده بوده است. اما با این حرف ها کسی باور نکرد، چون که واقعا چنین نیست. در کانی بادام در نیم سال اخیر حداقل 7 خانواده را تا موی سفید و تا دختر نابالغ و کودک زده کشتند، اما تا کنون یگان متهم دستگیر نشده است و یگان پرونده جنایی کنکریتی هم موجود نیست. اما در بین خلق بیش از هر آوازه دیگر این آوازه بیشتر پنهان شده استاده است که این کار دست خود حکومتی ها است که میخواهند در اینجا یگان ناآرامی به وجود آورند. و این سر و صداها هم موجود است که کشتارها را خود مقامات عمدن و قرقیز ها ربط میدهند. معلوم نیست که با پهن و پراکنده کردن این آوازه ها رژیم رحمانوف با مردم چی کار کردنی است. برای امامعلی رحمانوف جنگ با قرقیز ها یگان فایده و منفعت دارد ما نمیدونیم. اما از هم عجیب این است که سردار پلیس کانی بادام پلکونیک محمد سفر پیرزاده خضرت الله که این قتل های زنجیره‌ای در وقت راهبری وای به عمل آمد، از طرف خود امامعلی رحمانوف سردار پلیس ولایت سوخ تعیین شد. مگر سردار ملیسه که در وقت راهبری وای 6 آیله با سلاح آتش فشان کشته می شود، ولی هیچ ایزه از قاتلان این یعنی قتل های زنجیره‌ای چیزی آشکار کرده نمی شود، با چی آبروی سردار ملیسه ولایت تعیین می شود؟ فقط برای آنکه وای از خب دیگر کجا است برای همه باید معلوم باشد. نامه اول چنانه که از پیش گفتارش فهمیدید از کانی بادام است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادر محمد اقبال. 3 ماه شده است که نامه ننوشتم، برای همین خواب برایم حرام شده است. راستی گپ، نامه های آخرین را خواندم. در آنها شعران نر کانی بادامی خیلی با جسارت صحبت ها کردند، اما در دوام آنها باید بیشتر نویسند، چون که این آخرین نامه من است و من از شما میخواهم هر یک جمله این نامه را به خاطر من نشر و قرائت کنید. من این نوبت نامه کوتاهی با شما دارم. بعد از نوار قتل های زنجیره‌ای در کانی بادام، کار کیست و کیها کانی بادام را ناآرام کردن میخواهند، ملیسه های خوجند و دوشنبه بین خودشان گپ زنان کرده در دهه سنجیزار و جهانزیب به گفته روسا اوپگه تشکیل میکنند و در اینجا با الکتروشوکر مردم را پیتکه کرده دپراس میگذرانند و میگویند بگو شما میدونین کی کشتگی های بگو. آنجا در مکتب در یک از سیمخانه ها بچه های مردم را ملیسه های از دوشنبه و خوجند آمده به نهایت سخت عذاب و لعنت میکنند و این اوپگه زیر بچه های امنیتی اشت کولاب، استراوشان و دیگر منطقه های کویستان نشین می شود. پیتکه خانه در یک از این خانه های مکتب سنجیزار بود. سنه 5 ایول باشد با همین دهه اس اس یتیموف می آید و با مردم گفتی گپا نشست می کند. بعد یک روز سنه 6 ایول با سنجیزار رمضان رحیم زاده می آید و باز همین سخن و کار اس اس را تکرار می کند. و بعد بچه های امنیت در عموم از جماعت لاهوتی همه را جمع میکنند و به مردم نتیجه کارشان را میگویند که اینجا نیست آدم کشان، باید دیگر ناحیه ها را دید. ما مردم شک نداریم که قاتلان در دیگر منطقه ها حالا قرار دارند و ما مردم کانی بادام میخواهیم که قاتلان را در کجایی که آنها نباشند بقپند. چهار طرفتان قبله بچه های امنیت بقپشه یا فرمونی این قاتل های زنجیره‌ای از خودی بچه مریم بود. درباره ترافیکی فوره های زایری جایره چیزی گویم، ساعتی 23:47 از ناحیه به سمت ایسفره 3 فوره می رود. شاید آژانسی زیدی نرکاتیکی فوره های زایر را می قپیده باشد. حالا باشد دیلم به با عبدالله نوجوان فیبراتین خیلی سوخت. اکای عبدالله را شاهروخ روی راست به طرز نامردانه پتستوهش کرد و این هم باید به با دیگر جنرال ها دست شود، خصوصا به امین جلیلوی کیسگی و بچه و جیان و نبره و شاگردانی بشماری وی که چی خدر و چی ذره آنها ارزش دارند در نزد این مقامات.
اکنون ریس که میگذاریم به پسترین کارمند ملیسه جمهوری تاجیکستان که با نام نکروز و با لقب قاش، جوگی و نینزیا. بعد از به دیگر جای تعیین شدن رئیس وی یعنی پیرزاده خریسیاه و بین همکاران کلابی و خوجندی و دوشنبگی گفته است که همین پیرزاده گند کاری اومنی کرد. خودش دور کشیدیه وقتی جکی منه پیشش با فریاد کرد منه همین اکوی پیرزاده سپسد کرده. و شاروخ آدماش گند زیر پدرشکه میکند. و آدم زیر. بله شاروخ آدم زیر. منظورش اون که خریسیاه نینزره از بعضی حالت ها سپسد کرده بوده است. بله. آزی باز یک اوچسکوی نو تعیین شد از مسجای کوهی از آبردان است. خیلی نظر بلند است. فکر دارد مردم وادی فرغانه رنگی وادی زرفشان مرغ بوده باشند در حالی که این گونه نیست. راستی جلیلوف در این قضیه ها آخر اگر خواهد می تواند دو رولی مهم را داشته باشد. یکیش واقعا آدمی به معلومات بیچاره از همه جا عقب مونده، دومش جنرال کیسگی از همه چیز خبردار است ولی ترسو است. چون که این کشتارها اولین درجه در تراتوریای وای شدگی است. شما تصور کنه در زادگاه اس اس یا چون که میگویم اس اس یتیموف مغول هفت اویله را میکشند و یتیموف رنگی موهی خب باشه. اس اس شخصی اتئیست است اما او به عقل نیست. یک کریسه دوزد است که این خدر اویله هایی از هر گونه ملت را کشت و من این نامنویس مردم را طولی سه ماه اخیر آگاه کردم ولی هیچ اس اس حالا اوم میخواد کرده و خودش را از اینجا دور کشید. از چه سبب باشد که وی به شهر بوستون قمچیبیک توشیف را فریاد کرد برای بچشم همه خاک پوشیدن و گویا که اس اس و منطقه ما برای دلیمیتیزاسیای مرز آماده باشد. اینجا همه جا طول 70 سال شوروی ختمه 100 فایز است. خیغز ها بسیار زمین های تاجیک ها را گرفتند اما اس اس اینجا روی راست حرام بازی تشکیل کرده ایستاده است و اون را از یک پلیوس نشان داد. و یک پیام سخت دارم به جنرال امین جلیلوف. ما در بارت یکون چیز به اصلاح ننوشتیم برای حرمت سین و سالت، لکن این چیزها از حد زیاد گذشت. یگانه کار خوب بهبودی برای مردم و حفظ آبروی خودت کرده می توانی این است که فریاد کن همه سگ و کوچک و ملیسای و امنیت را همراهشان گپی می گفتگیت را بگو آخی. اقلا شبانه سکوی با فرم ملیسا به خانه ها ندارایند. رنگی نکروزی نینزیای کساتراشی. تو اقلا همین را از کار خالی یا پریوادش نکردی. بعدی نشر این نامه با تو یک مهلت. بگیر این نکروز را از کار خالی کن. جلیلو یگانه احترام با سالت کردیم. وقتی طاقت من ادا ما را کشته استادند. از کار خالی یا پریواد کن. احترام داری به زادگاه جلیلوف نوجانوف. بعدی همین خدر براتین و گفتن مردم با خرشتکون نترسیده و نشرمیده رنگ مردک اومده و برای همه رنگ مرد نگاه کرد. ولی تو چی؟ لو چی تو در جای نوجانوف میشدی حوزی؟ شعران نری مؤلفان مردمی تیم اصلاح از همسایده ها درباره اوچسکوی ها حرکت کنید. بیشتر نویسید. آنها همه چیز رو میدونند. نظر به بلند رتبه ها مردمی مرغ شده بوزی را بس کنید. خش و تباران کشته شدگان باید تا آخر طلب نمایند از مقامات تا قاتلان را پیدا نمایند تا آخر. وزارت کارهای داخلی و پروکوراتوری جنرالی دروجه کار کرده ایستادند. به خاطر ان سری تفتیشات حاضر ما پر همه اخبارات را نمیگیم به خاطر که پرونده جنایی باید همه طرح حل و فصل قچه بیاورد بعد گزارش پیشنهاد کنیم. در اوج دیگر یگان هنگامه زیادی نیست. کشتارهای مقرری هست. نویسید تو اینکه توانیم هر آنچه که امکانی انجام دادنش است اون را انجام دهیم. ما دیگر از واسه. سلام علیکم برادر محمد اقبال صدرالدین. من از قربان شهید واسه براتون می نویسم. شما اهمیت ندادید بر رجب میرزایی همشهریمون. هم در این باره گفته بودیم که بنویسید چون که در حقیقت این بسیار یک کار دهشت است که در واسه گذشته ایستاده است. این نامردهای خش و تبار رحمانوف تماما از این دیانت دور شده. مردم تاجیک را نمیدونم به چی روزها آوردن. من درباره حمام واسه برایتان نوشته بودم. برادر گرامی درباره حمام واسه شما نوشتید. نامه هایی که شما می نویسید مثلا سه ماه بعد یا از سه ماه زیادتر اول اون در اصلاح نشر می شود. وقتی ما دولت نیستیم برادر گرامی. او بینید که همین نامه هایی که فعلا ما یعنی که خونده استودیم یعنی که تقدیم برنامه داریم و شما امروز اینو تماشا داره میدونید که کی نشر شده بود. این نشر شده بود 18 یعنی ماهی ایول نشر شده بود. یعنی همین نامه 18 نشر شده بود یعنی در اصلاح. ولی اونه که شما گفتید حتما اون نشر شد. یک مسئله را قبل از این که شما میگوید یعنی که در خود خود شوید اصلاح.net www.islah.net در روید خونید همین
یعنی که نامه هایی که ما در سایت می نویسیم، در فیسبوک دارم ما خونید، در تلگرام ابنا شوید، تو اینکه اون نامه‌ای که ما یعنی که شما می نویسید اون رو ما نشر کرده ایم. ولی فکر نکنید که شما یک چیز نوشتید ما نشر نکردیم، یعنی اون به این شکل نیست برادر گرامی. من درباره حمام واسع برایتون نوشته بودم، ولی برادر گرامی میدونیم چون گفتیم این حمام رو در روبروی مکتب ساختند، این رو بیگ صبوری خدای امام رحمان و خسری زرینه رحمانوی دختری رحمانو ساختگی. اگر در این است که اینجا بنامش حمام است، در اصل اینجا یعنی خوب دیگر یک جای کاری حرام و فحشه خانه شده است، از تمام جا زن و دخترهای سبوپا و بد اخلاق رو آورده با مردهای بدگشت و دایوس میفروشند. این همه حال و احوال را طلبه و طالبه های مکتب میبینند، معلم و معلمه ها میبینند. مگر این کار را کردن و آن هم در خشلاق از روی آدمگری و انصاف است. سردار این حمام شکروف ایرج نام دارد که همه او را در غایبش ایرج خوب فلان فروش میگویند. یگان میده ایزا و شرم نمیکشد، اگرچه در اینجا خش و تباری وی هم هست. دخترها و عروسها و مادرهای ما در عمرشان این حال را ندیده بودند. امور بیک صبور در همین حالی پرکار کنی و درآمد کنی. خب بله، شما هم بینندگان گرامی خواهش میکنیم از یک و یک شما، چون در وقت نوشتنم یعنی آداب را رعایت کنید، شما هم از کوچه انسانگری و آداب یعنی که باید یکم ترک گذاریم. انشاءالله کاملا با در مسئله نامه ها هر چیزی که مربوط به یعنی که انتهاک احترام زن و مادر و خواهران هست، دیگر برای ما چون این نامه ها اگر نوشتید اونها نشر نمیشوند و اون چی که هست معلومات اجتماعی در مورد جنایت ها و دیگر چون این مسائلی یعنی که چیز در اصلاح دیگر ننویسید در نامه ها، چون یعنی که حدود دیروز ما حساب کردیم 36 نامه چون این نامه هایی که فلانی فلان کار کرده زنی فلانی را، اونها کاملا نشر نمیشن. با هم خاطر زحمت نکشید، از اون یک مسئله نویسید که اون یعنی با منفعت همون مردم و منطقه که هستید یعنی که استفاده شود. نامه دیگر از خوجند. سلام علیکم برادر محمد اقبال، برایتان از حالی فرودگاه خوجند می نویسم. وقتی از خارج به وطنمان با تاجیکستان اومدم، ناظران فرودگاه هنگام تلفن های مردم رو رنگ فاشیست ها تفتیش کردنشون و من گفتند بدرو کابینت رئیس ده هی بودی قتیش چخچخ میدونم شما لنباتیو مخدونی را قتیش انگیز احمقش کاگین میدروی سومکتا میتی میرای نباشه شوکر قتی هشورت میکنه. و گفتن هم اوند که آدم های تلفن های نو خریدند یا تلفنی اچیز که قطعی یا تلفن شما اچیز که سپروس کردگین، اینها این آدم رو با کابینت دپروس میدارند و میپرسندش که گف زاکه کجودا چند سال کار میکدی؟ چی با ایرسیت تاجیکستان اومدی؟ کدوم مقصد قطعی؟ میگفته باشی که سوخت یا تاجیکستان با اینها از بابای سنگکشون را میرست مانده باشه، در حالی که امام علی پریزیدنت قانونی ما رحمان نبیوف شادروان را با زوری از منصب بیرون کرده جایش را گرفته بود، او را نامردانه کشت. باز ملیسه فرودگاه میپرسه ای تو ای جنگ اوکراینا گرفتای ها؟ چی با تلفونت اکاونت نداره ها؟ چی با تلفونت نوای؟ چی با ایگون تلگرام یا اینستاگرام نداره؟ تو چی مخالفا را تماشا نمیکنی یا بچه؟ باز اوچرات تجدد که رئیس پیشش در زنش اومده گیای خای اکو اوچراتت میرسه سونتامتی گم میشه فهمیدی مرا لنوبوتی بلیا. خوب بخشش خودشونه که همین برادر خوجندی نوشته است همچنان خونده ایستادیم. من صدای این کارمندان فرودگاه را دارم، میخواهم آن را در کانال تلگرامیتون موند تا اینکه بین شناس های خودش فهمد و پذار شود. خب اینو پذار شوی ندارم. بعد وقتی اوچرات رسید مرا اول سکه های حقیقی بوی کردن، بعد دیدند که تازه هم پیشی رئیس فرودگاه دارم آدم و از پیشش یک زنی لباس هایش کجلک و جلک و بجلک برامد رنگی فیلم های امریکایی. یکم رئیس پرسید چی با تلفنت نوای؟ چی با تاجتون اومای؟ گفتم وطنم است، تلفنم نو خریدم پچکه و کاروکای حجتوشم دارم. رئیس گفت خای اکو یک کار که بته یا شکردار فریاد کنم. بعد مجبور شدم به رحمان و مقامات او پول بگیم و از او حال در فرودگاه ناحیه بستان شهر خوجند ولایت سوخ چون این است برادر محمد اقبال. شخصا من نمیخواهم چون این کارمندان فرودگاه را در وطنمون و این رژیمی بیسواد را در دولتم بینم. شاید بعد از این نامه رحمان و ظلم را سر مال نوباتی بیشتر کند، لیکن من از اهل خاموشی انتخاب کردگان نیاخیر. حالا باشد قربان و قربقه و پیروی خری سیاه با ملیسا زنهای خوجندی دستور دادند که به هر یک اکتیو و فعال صحبت کنند. با این کارشون این دو شیطان میخواهند به مردم شریف و بزرگی ما نشان دهند که حکومت در دست لیل نوباتی است. خوب دیگر نامه دیگر از اسفرا. سلام علیکم دانلو محمد اقبال، ما یک گروه مخلصی شما از
اسفره به های زمرد شاه هستیم. نامه ما را حتما در نامه ها جای دهید. در خشلاق از دست آدمان امام تپک جان بزور شده گیم. همه جا را از آن خود کردن. یک کارکنی یک چیز فروشی نلاک می آید بسرد. ما عذاب علیم را کشیده انگیشت می فروختیم. در چی رو چرب و سیاهی غوتیده. اما حالا این حرامخورها نمی مانند که کار کنیم. حتی همین کمر فروشی را نمی گذارند. این ملیسه های حرام باز بوزهای دارند که فیل حال می فروشند. هر یک شگی موندگی همون را نگاه و نظارت می کنند. یکی از آنها غنیف حمید نام دارد. این هم کمرچی بود اما حالا نام بنام همه قشلاق را می فروشد و همین طور کار کرده بنگ را زده به اینها می فروشد و همه زیلیونی سویتفور اعظم و آیت الله و عزت و حابزاده اینها باشد راننده ها را پستوه می کنند و بدعه و سانی خودش بین در آمده پولی کلان گرفته خلاص می کند. خلقی بشورا در این قشلاق زندگی کرده نمی تواند. برادر آن سفر ما یک نامه نوشتیم که در برنامه تون گذاشتید. ما بسیار منادار شدیم. از خلق زمرچا اولها در صف ما کم بود. حاضر زیاد شده. سه برابر همه اصلاح تماشا میکنیم و برنامه های شما را به صبرانه انتظاریم. سلامت باشید برادران زمرچاهی. خداوند موفق و پیروز گرداند ما و شما را. نامه دیگر از امریکا. سلام علیکم استاد محمدی بول صدرالدین. امیدوارم خوب باشید. شما هم میدونید که الله مهربان را یکی از نامهایش ستار یعنی پوشاننده عیب ها است. من هم مثل دیگران یک بنده خدا هستم. شاید مرتکب خطای شده باشم. این نامه من ردیه به نامه 140 است که در آن در نسبت بنده حرف نامناسب و بیش از دروغ گفته شد. یعنی معلوماتی که به شما رسیده است نسبت من و کارگری زکس والله بالله تالله که نادرست است. من طول 5 سال می شود از در کروپسیه ندار آمدم. من یک مدت کوتاه آنجا بودم. می خواستم مرا به آپر گروه گیرند. یک مدت انتظار شدم فرمانم را نبراوردن چون که مبلغ معین برای وظیفه در کار بود. من نداشتم آن را. پدرم یک دهخان است. در آن وقت رئیس زکس مریم نبود. من زنگ زده پرسیدم. مریم رئیسه حاضره است یعنی زکس است. آن وقت مومینه گفتنی زن رئیسه بود. در آن نوار شما گفتید که من با کارگر ارخیف موزونه رابطه داشتم. خدا شاهد هیچ علاقه نداشتم. کارگر ارخیف نمش موزونه نه بلکه موجوده بوده است. من پرسیدم. شما موزونه گفتید که نام همسر حلالی من است. پناه به سوی الله از چنین دیوسی. و یک زن شوهردار بود. در آن وقت حاضرش را نمیدونم. من در آن وقت یگان نمودی ماشین نداشتم. و باز این که مگزین پیکان از خسر بچه هایم است که آنها بسیار مردان خدا هستند. همیشه پایبند مسجد. هر بگاه بعد از کار با آنجا می رفتم با امراه آنها با مسجد رفته شامم را می خوندم. و بعدا به خانه می رفتم. شما می توانید این حالت را پرسیده و تحقیق کنید. در برای آن مگزین یا دیسکتکی است که به مثل دوزخ است. الحمدلله من به آن طرف حتی نگاه نکردم. با کمک الله من فهمیدم که این نامه را کی به شما فرستاده است. خدا شاهد این غرض شخصی است. استاد من به خاطر رضای الله که با لقمه حلال فرزندانم را به آیا رساندم ایجاد کردم. وگرنه مثل دیگران میتونستم تمام عمر حرام خوری کرده کار دولت جمع کنم. استاد الله مهربان و فضل و کرم خیش این برای توحید را به شما مناسب دانسته است. به خاطر غضب یک شخص آبروی دیگری را در سراسر جهان نریزانید. برادر گرامی این اون چیزی که من گفته استودیم فعلا شما ردیه نوشتید به اون برنامه 140 و ما اون رو نیز یعنی خونده استودیم. نامه هایی که از مردم میرسند وقتی من میپرسم که فعلا در سود چونین زن کار میکرد بله کار میکرد چونین چیز وجود دارد بله وجود دارد این هست این هست. خب دیگر ما نشر کردیم نامه که در مورد شما رسیده بود ولی شما نوشتید دیدید که ما اگر یکان غرض شخصی بر علیه شما میداشتیم و ردیه شما رو نشر نمیکردیم. بعد شخصی که تهمت میکند کسی را الله لعنتش کند. خداوند به بدترین روزگار گرفتارش کند که یک انسانی به گناه تهمت کند به خاطر غرضهای شخصی. و این خاطر است که امروز و چند روز قبلا در مورد همه آن نامه هایی که میرسند این فلانی دزد است این فلانی دزد است ما یعنی که از تمام افرادی که نامه میفرستند کاملا طلب داریم که وقتی که نامه را میفرستید باید با دلیل باشد تا اینکه ما توانیم سنجیدن آن را. در غیر این حالت یعنی مشکل است که دیگر یعنی که ما نامه هایی که یک نفر رو میخوان بدنام کنند چون این نامه ها نشر نمیشوند. من در تشکیلات کار میکردم. قریب 2 سال میشود کار نمیکنم. من که دیگر کار رو دوام ندادم 6 ماه پس از برآمدن از وطن به سرم مبلغ کلان رو بار کردم. حالا در غریبی کار کرده اون رو پرداخت کرده ایستادم. به خدا قسم من تا حال خانه شخصی ندارم. زن و فرزندانم در کوارتیر در شهر کلوب زندگی میکردم. حالا باشد اونها رو به خانه پدرم فرستادم. ماشینی که در دستم بود الله شاهد از خودم نبود. پیش از برآمدن با صاحبش گرداندم. از اون بانک قرض کردم. اگر خواهید به شما روان میکنم که از چند بانک قرض کردم برای امریکا آمدن. این غرض شخصی است. به خدا قسم من یکون آدم وجنی جمعیت نیستم. از همین فسق و فساد گرفته به اینجا آمدم که زندگی آرام داشته باشم.
الله از قلب و زبانم آگاه است که جز حقیقت چیزی نیست. امروز الله منبری برای شما داده است، تصمیم هم از آن شماست. اگر مثل دیگران حرام خورده آنجا کار میکردم، اینقدر دردم نمیکرد. من تا به این شرمندگی را ندارم، به خاطر لقمه حلال هجرت کردم. تنها الله میداند از سرم چی سختی ها گذشته است. من مردی بی‌ناموس نیستم، از جانم هم آبرویم بهتر است برایم. خدا از شما راضی باشد. شاید در گذشته خطای کردم، اون وقتا من 22-23 سال داشتم، بسیار جوان بودم. الله داناست که در راه حق رفته ایستادم. سلامت باشید برادر یعقوب. اون چیزی که نوشته حتما نشر شد در برنامه 156. امیدواریم اونونی که در حق شما تهمت کردن، اگر ندانسته باشد خوب، ولی اگر دانسته کرده باشند پس باید حتما از شما بخشش باید بپرسند. اکنون بگذاریم به نامه‌ای که از المعطا رسید. سلام علیکم برادر محمد اقبال، دعاگوی هستیم که صحت و سلامت باشید. ما یک گروه در بازار المعطا با نام زیلیان کار میکنیم. از دستی یک خیل چاپلوس‌های خدازاده روز نداریم. اولا خدا، بعدا شما به داد ما میرسید. دیروز جنگ و جنجال شد، بعدا مجلس برپا کردی در آشخانه ملکه. این آشخانه از آن حاجی سعید است، رئیس تاجیکان ولایت. در مجلس کارمندان سفارت هم حضور داشتند. کنسول جنرالی نامش بابو خانزاده روشن. عجایب کار همین است که یکگان کس دهان این لعنتی ها را محکم کرده نمیتونه. در جنگی شدگی گناهگار اینها هستند و دیگر آدم بیچاره را گناهگار میسازند. با تخلص اولاد همه میدوند که گناهگار کی است. از خدا بترسید، پول زیاد برده ندهید. صابری گوشلقه تا کی پشت تو را اکابر یا سلیمان میگیرد؟ حالا این کارهای کردگی جواب دارد. در میلیسیا کجا صرف میکنید و اولاد بیچاره را گناهگار میکنید؟ یکم حاجی سعید قراخان، رئیس تاجیکان المعطا. این خدازاده بی‌ناموسی عرق فروشی فاحشگی با نام ملا هم هست. از دستش یگان کار هم نمیآید. همین جنجال رو حل کرده نتونستی، فقط طرفی ترازو رو نگاه میکنه. اگر صاحب نداشته باشه در شمار آدم حساب نمیکنه این حاجی سعید قراخان. دویم حاجی سلیمان رشیدوف، سیم اکبر رشیدوف. اینها یک خدا به خبر لعنت کرده هاوند. در بازارها ظلم میکنن، جنگ میدازن، جنجال برای یک پارچه جای میوه و سبزیجات فروشی. نخود برای یک پارچه جای کارتکشی کنه داخل در همین ملک مردم. از دست اینها ما مهاجران فقط ضرر میبینیم. کارمندان مقامات قزاقستان ریتا دایر کرده، آدمان زیادی بیچاره را دپورت کردن. به داد تاجیک هیچ کس نمیرسد. این جنگ اندازها همش خش و تبار همین حاجی سلیمان و اکابر هستند. اگر دریاتون باشد نوار کرده بودید حاجی حیدری لینینگرادی رو از خورغان تپه است. چاپلوسی کلان اینها هست، برادر این نامردها هست و اینها سن و من کنی از آدم های مقامات تاجیکستان آدم رو میترسونند. نام های کارمندان مقامات رو میگیرند. اگر گپی زیاد کنی ما میدونیم چیکار کنیم، با شما چنین تهدید میکنند. خب دیگر خدا کند که برادرانی که در المعطا هستید، یعنی که چنین حالت ها رو باید دیگر تکرار نشود و این عمل هایی که با هموطنان ما انجام میدهید این کاری یعنی انسانی نیست. خیر باید یعنی که این مسائل چنین برخورد نشود با مردم. نامه دیگر از دوشنبه. سلام علیکم برادر محمد اقبال، از یک حادثه ریالی براتون می‌نویسم. با یک همدهم از تاجیکستان به روسیه پرواز کردیم. وقتی به ایرپورت وارد شدیم، در جایی که سونکه‌ها رو با ترازو میمونید که یک کارگر ایرپورت با یک بچه‌ای که در ایرپورت کار میکند با یک زن تاجیک رزبر داشت. برای سونکه این زن که 30 کیلوگرم بود برای بار اضافگی داشت. وقتی ما سونکه رو با ترازو موندیم، سونکه من پر بود اما سونکه همراه هم 8 کیلوگرم بود. بعد کارگر ایرپورت گفت همی خواهر بار زیادی داره، سونکه تو خالی ای، با همی خواهر یاری نمیکنی. وای گفت مایلی. از سونکه خواهر پریمیر 10 کیلوگرم بار رو با سونکه این بچه گرفت. بعد وقتی می رفتیم کارگر ایرپورت به سر این زن گفت که با 10 کیلو پول پرداخت کن. این زن گفت که آخی برای چی با سون پرداخت کنم؟ این کارگر ایرپورت گفت که این بچه را من اوگوارید کردم، اگر نخواهی ابرد نو یعنی بورتا میگیری و سونش را میسپوری. این زن نایلاش باز 10 کیلوگرم یعنی که با اون کارگر ایرپورت همی خیلی پلا داده و در کسش زد. کارگران ایرپورت با مردم به پول کمک نمیکنند، یعنی باور کنید. خوب اینا حالت هایی هستند که در تاجیکستان ما رخ میدهد. این همه از کروپسی و بدبختی مقاماتی رحمانوف دلالت میکنند. بله بیننده عزیز گرامی، در همکاری و نوشتن و اصلاح کوتاهی نکنید. انشاءالله که همه آنچی در اختیار داریم ما هم کوشش میکنیم که نامه های شما و نامه های شما به داد و به شکایت های شما رسیدگی کنیم. در گذاشتن لایک ها و انتشار این برنامه ما را همراهی نمایید. با شما بود محمد اقبال صدرالدین. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.